با عرض سلام و احترام، سهیل هستم با سری آموزش های کاملا رایگان شبکه ویدوز اکس. امروز 30 نوامبر سال 2018 میلادی، برابر با 9 آذر ماه سال 1397، دومین قسمت از آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی رو در خدمتون هستم و با هم شروع میکنیم. میخوام کانورسیشن رو از همین ابتدا شروع کنم. گرامر هر چیزی که هست داخل کانورسیشن قرار داره، یعنی در حین اینکه داره انگلیسی رو به صورت صحبت کردن یاد میگیریم، من خدمتتون به عبارت دیگه گرامر رو یاد میدم و گرامر رو هم به صورت فعل، فاعل، مفعول، به عبارت دیگه صفت، قید مکان، قید زمان، به این صورت، به هیچ عنوان، به صورت قاعده مند، اون چیزی که تو دبیرستان، دانشگاه یا تو کتابا نوشته خدمتتون ارائه نمی کنم. هر کدوم رو، هر جایی که من مثالش رو داره می زنم، همون لحظه میگم این چه حالتی داره، این به چه صورته، تا شما ذهنتون آماده باشه بدونید که گرامر جزئی از کانورسیشنه، چیز جدایی نیست. نمیخوام ذهن درگیر بشه که گرامر یه چیز جداست، در نتیجه به عنوان یه چیز مهم تلقی بشه و شما وقتی میخواید جمله بسازید بر اساس یک فرمول که نوشته میشه فاعل به علاوه فعل، خب شما وقتی ذهنتون بخواد اونجوری شکل بگیره، جمله سازیتون به مشکل برمیخوره. خیلی ساده، خیلی ساده. چجوری صحبت میکنن؟ ما هم همونجوری صحبت کنیم. حالا در حین همین صحبت کردن میایم و گرامر رو هم یاد میگیریم. بسیار ساده، اصلا چیز پیچیده‌ای نیست، اصلا چیز پیچیده‌ای نیست. همراه بشید و من مقایسه ها رو زیاد انجام نمیدم. دقت کنید، هر چیزی که هست من اینجا خدمتتون عرض میکنم و من مجبورم به خاطر اینکه در قسمت مقدماتی قرار داریم، به عبارت دیگه من ترجمه رو براتون انجام بدم، ولی ترجمه رو وقتی این جلسه در مورد I, am, are, ایز اینا صحبت کردم، در جلسات و بعد وقتی به اینا رسیدیم، به هیچ عنوان ترجمه نمی کنم، چون الان می دونم هیچ چیزی رو من نمی تونم به جای ایز بذارم به صورت شکل بهتون بگم این ایزه، پس دیگه من ترجمه شو انجام نمی دم. یک بار بهتون ترجمه رو میگم در جلسه دو، اگر اینا رو ترجمه کردم جلسه دو تموم شد دیگه ترجمه انجام نمی دم. I am بعد از این همیشه باید به عنوان I am تو ذهنتون باشه، نه من هستم. تمرین میکنیم، این رو انقدر براتون تکرار میکنم، انقدر تمرین میکنم، تکرار میکنم و خودتون باید با خودتون انقدر صحبت کنید که ملکه ذهنتون بشه، ناخودآگاهتون و ضمیر ناخودآگاهتون درگیر شد، شما موفق میشید. ضمیر ناخودآگاه باید در دستان شما باشه، اون چیزی که شما میخواید انجام بده. پس درست تربیتش کنی تا مطیع باشه، مهمه. اوکی، شروع میکنیم. یه مردی رو میبینیم، میخوام بگم داره خودشو معرفی میکنه، این مرد داره خودشو معرفی میکنه، میگه I am John. I am John. مخفف I am میشه I'm John. I'm John. من جان هستم. به این اشارگر مست دقت کنید، هر کجا میبرم معنیشو داره میگم. من جان هستم. من جان هستم. این خانم داره خودشو معرفی میکنه. I am Sarah. I am Sarah. مخفف I am. I'm Sarah. من سارا هستم. من سارا هستم. الان داره شما به این آقا میگید، شما داره به این آقا میگید. You are John. You are John. مخفف you are. Your John. Your John یعنی شما
یا تو جان هستی. تو جان هستی. الان داره این خانوم رو شما معرفی میکنی، یه نفر دیگه داره معرفی میکنه، میگه You are Sarah. You are Sarah. مخفف you are. You are Sarah. شما سارا هستی. تو سارا هستی. الان این آقا 5 متری شما واستاده و داره به یه نفر میگید که این رو داره میگید. این آقا 5 متری 10 متری شما واستاده، یه دوستی هم کنارتون واستاده، داره به دوستتون میگید که این رو، این جمله رو داره میگید. He is John. He is John. مخفف he is. He is John. He is John. یعنی اینکه او جان است. او جان است. پس به دوستتی که بغل دستتون واسده به اون آقا اشاره میکنید، میگه که اون جانه. پس برای مرد وقتی میخوایم بگیم او، میگیم هی. پس اگر میخوایم بگیم او مرده، او جان هست، میگیم هی. او علی هست، هی. مرد مذکر، هی. اوکی. الان خانومه دور از ما واستاده، من داره به دوستم میگم که او ساراست. اون سارا هستش. او سارا هستش. درسته؟ به دوستم که کنارم واستاده داره میگم اون خانومی که اونجا هست در فاصله 5 متری 6 متری 2 متری 3 متری ما هستش، میخوام بگم اون سارا هستش. چطور میگم؟ وقتی خانوم دیگه میاد میگم She is Sarah. She is Sarah. مخفف she is. She is Sarah. یعنی او سارا هست. او سارا هست. پس وقتی خانوم رو میخوایم به کار ببریم بگیم اون خانوم، میگیم شی. آقا هی. اوکی؟ خب دقت کنید. It is a cat. It is a cat. مخفف it is. It's a cat. It's a cat. میخوام بگم که معنیش اون یک گربه هست. اون یک گربه هست. نگاه کنید، وقتی برای حیوان به کار میبریم میگیم it. It's a cat. دوباره اینم همون مفهومو داره. چرا ا آوردم؟ به خاطر اینکه یه دونه گربه است. اون یک گربه هست. به حرکت دست من موس رو هر کدوم میرم همونو داره ترجمه میکنم. دقت کنید، من اصلا معنی فارسی نمی نویسم این زی. همونو که از زبان من میشنوید کفایت میکنه. نمی نویسم، چون بنویسم اون نوشته هم میاد تو ذهنتون. اوکی. بعدی It is a book. It is a book. No book, book. It's a book. It's a book. اون یک کتاب هست. اون یک کتاب هست. پس برای اشیاء هم میخوایم معرفی کنیم it به کار میبریم. پس متوجه شدیم حیوانات و اشیاء it. درست شد؟ بعدی We are students. We are students. مخفف we are. We are students. We are students. یعنی ما دانش آموز هستیم. ما دانش آموز هستیم.
دقت کنید، تعداد بیشتر از یک نفر، چون وقتی میگیم ما یعنی تعداد بیشتر از یک نفر. اوکی. استودنت یعنی دانش آموز، ولی وقتی تعداد بیشتر از یک نفر میشه، این اسی که من با زرد رنگ نوشتم بابت همینه، تعداد بیشتر از یک نفره. We are students یعنی ما دانش آموز هستیم. تعداد بیشتر از یک نفر، این رو باید جمع ببندیم، جمع بسته شده، پس این اس جمعه. We are students. اوکی؟ خب. You are teachers. مخففش your teachers. شما معلم هستید. این شما تو نیست. تو یک نفر، شما بیش از یک نفر. وقتی باز بیش از یک نفر شد، باید جمع بسته بشه. باید جمع بسته بشه. من نگاه کنید، نمیگم فعل فاعل ضمیر فاعلی فاعل مفعول، اصلا چنین کاری براتون نمی کنم. اصلا نیاز نیست. راحت میتونستم همون اول بیام فرمول بنویسم، بگم این فرمول اینو باید اینجوری بسازید. میدونستم که کار اشتباهیه. من میدونم که کار اشتباهیه. نگاه کنید. You are teachers. چرا تیچر خودش معلمه. معلم. وقتی تعدادی از معلم ها باشن میخوایم بگیم که شما معلم هستید، پس میگم You are teachers. این اس جمعه، چون بیشتر از یک نفر هستن. نمیخوام بگم تو معلم هستی، میخوام بگم شما معلم هستی. چهار نفر واستادن اونجا، داره میگم شما معلم هستی. پس نمیتونم بگم You are teacher، باید بگم You are teachers. اون اس جمع رو به کار میبرم. در مورد این هم همینطور بود. چند تا دانش آموز هستن، میخوام بگم ما دانش آموزیم. نمیتونن بگن We are student. چرا؟ چون بیشتر از یه نفرن. وقتی بیشتر از یه نفر باشن، پس یه دانش آموز دیگه نیست، میشه We are students. اوکی؟ خوبه؟ میخوام بگم که اونا دکترن. They are doctors. They are doctors. They're doctors. دقت کنید به تلفظ. They're نیست. They're doctors. آنها پزشک هستند. آنها پزشک هستند. وقتی میگم آنها، منظورم این که جمع دیگه. اونا جمعه. وقتی جمع شد، پس مجبورید داره وقتی میگید دکتر، دیگه دکتر نگید، بگید doctors. چون یه نفر که نیستن، چون تعدادشون بیشتر از یه نفر. اونها یعنی تعداد بیشتر از یه نفر. تعداد بیشتر از یه نفر رو باید به صورت جمع به کار ببرید. جمع رو چجور به کار میبرم؟ اس اضافه میکنم به اون چیزی که باید اس اضافه کنم. اسم براش به کار نمیبرم. این چیه در قواعد؟ لازمم نیست بدونید. Doctors. اونها پزشک هستند. اوکی؟ خب دوستان، برمیگردم. همینا رو دقت کردید؟ I'm John. I'm Sarah. You're John. You're Sarah. He's John. She's Sarah. It's a cat. It's a cat. It's a book. It's a book. No book, book. We're students.
Where students, your teachers, the doctors, okay, پس برای جمع بستن R و S R و S وقتی میخواید جمع ببندید V جمعه پس R و S U به معنی شما بیشتر از نفر جمعه پس R و S دیگه من نمیگم این فعله شما خودتون متوجه شدید پس نیاز نیست من اینو به کار ببرم چرا؟ چون میگم شما معلم هستید خب دیگه خودتون فهمیدید که این چیه اصلا من اینجوری آموزش نمی اصلا نیاز نیست شما معلم هستید تمام شد جمع بسته شد جمع R S حالا بریم بالا وقتی که تک هستش و اش حیوان یا شی هست it چون تک هستش is a یه دونه بریم بالا وقتی میخوایم بگیم او مرده he زن she چون یه نفره دوباره is دقت بفرمایید is الان اینجا با اینکه you are John تو جان هستی با اینکه یه نفره ولی یادمون باشه همیشه با you are میاد همیشه با اینکه یه نفره میخوام بگم تو جانی تو جان هستی با اینکه یک نفر هستش با این حال با you are همیشه میاد همیشه با you are میاد اوکی خب I am am no am بین a و a خب بریم جلو الان بگید که I من جان چی بذارم اینجا من جان هستم من جانم نکنید محاوره ای تر من جانم من جان هستم اوکی همینی که گفتید درسته باید بذارم ام تو سارا هستی همیشه با یو چیم تو سارا هستی یه نفره ولی با یو همیشه درسته آر او جان است کتابیش محاوره ای او جانه خب وقتی مرده میخوام بگم او چی میارم دقیقا همینی که گفتید درسته هی اون ساراست چی میارم وقتی میخوام بگم اون ساراست دقیقا وقتی خانومه she's Sarah اوکی بعدی اون یه گربه است خب اون که مشخصه اون یه گربه هست این مخفف شده است پس اینو میارم چی می نویسم اینجا بگم it's بله it's چرا؟ چون گفتم یه دونه است پس is میارم چون مخفف شده it's a cat میخوام بگم که میگه که اون یه کتابه اینجا چی باید بیارم؟ اون یه کتابه گفتم برای اشیا همیشه
البته همیشه نه، میرسیم جلو متوجه میشید. چی میارم؟ It. It is a book. It is a book. Okay. درسته. میخوام بگم که ما دانش آموزیم. ما دانش آموز هستیم. پس we. به نظرتون اینجا is بیارم چطوره؟ نه دیگه. وقتی جمع هستش همیشه آر میاد. وقتی جمع هست همیشه آر. Is برای چی؟ ما دانش آموز هستیم. We are. Okay. بخوام بگم که شما معلم هستی. شما همیشه با you چی میاد؟ شما معلم هستی. You are or your. خب پس من اینو می نویسم. Your teachers. You are. Okay, خوب بود. اونها پزشکن. آنها پزشک هستن. اونها پزشکن. جمع they are. اونها پزشکن به صورت مخفف. The doctors. Okay. متوجه شدی؟ قبل از اینکه من برم جلوتر متوجه شدی؟ متوجه نشدید؟ ایراد نداره. بزنید عقب نگاه کنید. دونه دونه نگاه کنید. تمیز نگاه کنید. 5 دقیقه گذشت. بذارید 2 دقیقه ذهنتون آروم بگیره. الان تو ذهنتون تداعی کنید من چیا رو گفتم. شی چی به کار میره؟ حیوان چی به کار میره؟ وقتی میخوام بگم اون مرده چی میارم؟ اون زن چی میارم؟ وقتی مفرد استش ایز میارم؟ وقتی جمع آر میارم؟ نمیگم فعل. اصلا من صحبتی از اینا نمی کنم. همینا همینجوری یاد بگیرید. چرا من استیودنت رو جمع بستم؟ استیودنت خودش دانش آموزه. چرا جمع بستم؟ کجا جمع بستم؟ تعدادشون بیشتر از یکی بود. پس مجبور بودن جمع ببندن. داکترز رو جمع بستم. بیشتر از یه نفر بودن. دی خودش جمعه، وی جمعه، یوی که بیشتر از یه نفر باشه جمعه. پس دقیقا اونجا اس به کار میبرم. خب بریم جلو. الان 10 دقیقه گذشت. الان متوجه شدید؟ متوجه نشدید جلو نرید، برگردید عقب دوباره. وقتی برگشتید برای بار سوم عقب دیگه بر نگردید عقب. ببندید، تو ذهنتون تداعی کنید چی گفتم، با خودتون حرف بزنید. عکسا که یادتون هست، حرکات دستم که یادتون هست، گوش کردن که یادتون هست، ننویسید چی چیزو، همونو تو ذهنتون تداعی کنید. چی شد که اینجوری شد؟ اون چرا اینجا اومد؟ ای برای چی آورد؟ آها یه دونه بود. A cat. A book. چرا اونجا اس به کار برد؟ چرا آر به کار برد؟ چرا ایز به کار برد؟ اوکی اینا متوجه شدید؟ الان ایراد نداره. متوجه نشدید؟ ببندید فردا دوباره گوش کنید. 5 ساعت بعد گوش کنید. میدونم که متوجه میشید چون چیز خاصی نیست. اوکی؟ میدونم که متوجه میشید. بریم بعدی. الان معرفی کنید این چیه. من نگاه کنید، زمانی که یه مقدار جلوتر رفتیم دیگه همینو به صورت انگلیسی ازتون میپرسم و جوابش شما باید به صورت انگلیسی به من بدید. من الان مجبورم ازتون بپرسم به صورت فارسی. این چیه؟ وقتی رسیدیم جلوتر همین چیه رو هم من به صورت انگلیسی ازتون میپرسم. ولی چون جلوتر نرفتیم و اونا رو نمیدونیم، پس مجبورم الان سوال رو به صورت فارسی بپرسم. شما جواب به من انگلیسی بدید. این چیه؟ شما میگین یه توپه؟ این یه توپه؟ خب بگید این یه توپه. نگاه کنید، این یه توپه. وقتی توپ هستش مگه شی نیست؟ شی رو گفتم چی بگیم؟ ایت. غیر از اینه من دیگه میخوام مخفف صحبت کنم، نمیخوام بگم ایت ایز، میگم ایت. ایت گفتید یه توپه؟ اوکی یه توپ. ا توپ چیه؟ بال. ایتس ا بال. ایتس ا بال. درسته؟
این یه توپه، تموم شد. الان این چیه؟ به من بگید این چیه. قبل از اینکه من بنویسم خودتون بگید، اصلا لازمم نیست بنویسید، بگید با زبان خودتون بگید. این که میدونیم چیه، تو جلسه اول من اسم اینو گفتم. اوکی، پس این شد It's a dog. It's a dog. گفتم برای شی it، برای حیوان it. من ازتون پرسیدم این چیه، شما خیلی راحت جواب دادید که این یه سگه، این یک سگ هست، این یه سگه. شما همینه به من گفتید دیگه. میدونم که اینو نوشتید، میدونم. بریم بعدی. او اون کیه؟ اون کیه؟ من ازتون دارم میپرسم این کیه؟ شما باید بگی او شاهه، اون شاه هست، او شاه هست. محاوره ای تر، خیلی عامی تر. او شاهه، او شاهه، او شاهه. خب چی؟ اون شاهه وقتی مرده، بهتون گفتم وقتی مرد هستش مذکره چی به کار میبریم؟ اون شاهه. His king. His king. میتونستم اینو مخففم بنویسم. His king. او شاهه. حالا این کیه؟ من دارم ازتون میپرسم او کیه؟ اون کیه؟ شما باید بگی که اون ملکه است. نگاه کنید، آن ملکه هست. محاوره ای تر، عامی تر، همونجوری که خودمون صحبت میکنیم، اون ملکه است. اون وقتی که خانومه، گفتم چی به کار میبریم؟ دقیقاً She's queen. She's queen. اون ملکه است. اون ملکه است. به همین سادگی. نکنی الان من جمله رو نسازم، خودتون داره جمله میسازید. من میدونم که وقتی من میگم شما مینویسید، اصلا نمینویسید، میگی. اینو من میدونم. اوکی، بعدی. بگید اون مقدار شیره، یا مقدار شیر وجود داره. اون مقدار شیره، کمی شیر هستش. من ازتون میپرسم این چیه، شما میگه اون شیره. نکنید همین، من بهتون میگم این چیه، شما میگید اون شیره. خب اون شیره رو برای من بنویسید. خب شما حق دارید نتونید الان اینو بنویسید، این جدید من بهتون میگم. نگاه کنید، به حرف من دقت کنید. وقتی من میگم گرامر رو هم همینجا یاد میدم به همین صورته. لازم نیست من بعد اینو داره میگم مقایسه کنم با یه چیز دیگه، اصلا مقایسه نمی کنم. همینو همینجا یاد میگیرید. هر جا رسیدیم سر جمله بعدی، چیز بعدی که خواستید یه چیز جدید یاد بگیرید، قواعد اونم همونجا یاد میدم. قواعد پس همینجوری دونه دونه یاد خواهید گرفت. بعد هر شب که تموم میشه خودتون یه کاغذ بردارید ببینید چه چیزایی یاد گرفتید، قواعد جدا کنید. آ من این قاعده رو یاد گرفتم، کجا تو این جمله یاد گرفتم؟ تمام همین، همین. باور کنید همینه. اوکی، من ازتون پرسیدم این چیه، شما باید میگید این شیره. خب اینو بنویسید، این شیره رو اینجا برای من باید بگید دیگه، چون بهتون یاد ندادم الان یاد میدم. اینجوری نگاه کنید، There is some milk. شما میگید که اصلا برای من دریز یاد نداده بودی. اوکی، الان داره یاد میدم. نگاه کنید، هر چیزی که غیر قابل شمارش باشه، نتونید شما بشمرید، there is. شما واقعا اینو میتونید بشمرید؟ 1, 2, 3, 4, 5 قطرش نه، نشدنیه. چه 1 کیلو باشه، چه 100 کیلو باشه، چه 1 تن باشه، there is. دقت کنید، there is. چیز دیگه هم وجود داره، الان نمیخوام ذهنتون رو مشغول کنم. هر جا رسیدیم من بهتون توضیح میدم، پس مقایسه الان نمی کنم. شما یادتون باشه چیز غیر قابل شمارش، قابل شمارش
پول شما میتونی بشماری، شیر رو نمیتونی بشماری، آب رو نمیتونی بشماری، میتونی؟ پس چیز غیر قابل شمارش there is. میگم که مقداری شیره، شما میگه اون چیه؟ من میگم مقداری، دقت کنید، اون مقداری شیر است. یا خیلی بخوام ترجمه رو به عبارت دیگه کتابی تر انجام بدم، میگم مقداری شیر وجود دارد. اصلا اینجوری کار نکنید. ازتون پرسیدم اون چیه؟ شما بگید مقدار شیره. There is some milk. Some milk. دقت کردی؟ من برای شیر سام آوردم. مقایسه هم نمی کنم. چرا سام آوردم؟ چرا اون یکی رو نیاوردم؟ چرا اون یکی؟ شما این رو فقط سام به کار ببرید. تمام. همین. مقایسه بخوام بکنم ذهنتون درگیر میشه. پس وقتی چیز غیر قابل شمارش رو من ازتون پرسیدم بگم اون چیه، شما نگاه کنید ببینید که نمیتونم بشمارمش، دریز رو بیارید. در مورد شیر، آب، کافی، همه سام، اسمش رو ببرید، تموم شد. اون چیه؟ به من بگید که اون مقداری شیره. There is some milk. اون there is some milk. There is some milk. Okay. خب اون چیه؟ این چیه؟ من ازتون دارم میپرسم این چیه؟ جواب منو بدید. این دیگه باید بلد باشید. شما الان تو ذهنتون میگید که این چیه؟ این یه دونه سیبه. خب بنویسید همینو، بگید اینو. این گفتم رسیدیم به غیر انسان، حیوان شد، میوه شد، اشیا شد، فلان شد. ایت به کار ببرید. ایت ایت ان اپل. نگاه کنید، من اینجا ا به کار نبردم. اونجا ما داشتیم a cat a buck. اینجا ان به کار بردم. دلیلش رو الان بهتون میگم. اینم یه قاعده دیگه، اینم یه گرامر دیگه، همینجا یاد میگیری. پس الان من از شما پرسیدم این چیه، شما میگید این یه سیبه. این یه سیبه یعنی it's an apple. این یک سیب است. it's an apple. چرا ان به کار بردم، ا اینجا به کار نبردم؟ میام اسم بعد از اون رو نگاه میکنم. اگر اولش چون ا اومده، دقت کنید، نمیخوام حالا اینو زیادش کنم، بگم حروف صدا دار، همینجا الان اینو یاد بگیرید. چون ان به کار بردم، چون اسمی که بعد از اون اومده اولش ا داره، تموم شد. هر موقع جملاتی رسیدین به چیزای دیگه هم داشت، اونم به موقع بهتون میگم. خب خواهیم رسید. جمله بسیار زیاده. در طول درس مقدماتی که ممکنه 300 400 500 جلسه طول بکشه، شما تمام قواعد زبان انگلیسی رو یاد خواهید گرفت. اصلا به قسمت پیشرفته نمیذارم برسه. یعنی تو قسمت به عبارت دیگه مقدماتی فکر میکنم 75 درصد کل گرامر زبان انگلیسی رو شما، نمیگم فول میشید، ولی انقدر مسلط میشید که خودتون ممکنه تعجب کنید. همینه و قواعد و گرامرش همینه، تو جمله داره یاد میگیره. من چرا اینجا نگفتم it's a apple؟ میخوام بگم اون یه سیبه دیگه، یک یعنی a. چرا گفتم an؟ به خاطر اینکه an بعدش یه اسمی اومده که با a شروع شده. چون با a شروع شده an به کار بردم، یادم باشه a یک حرف صدا داره، به خاطر همین من an به کار بردم. an رو زبانی به کار بردم چون اسم بعدش با A شروع شده. اوکی؟ تموم شد. بریم بعدی. اون چیه؟ من ازتون میپرسم. شما میخواد بگم اون یه فیله. خب بنویسید. بگید. عرض میخوام. اون یه فیله. حیوان. وقتی حیوان اومد پس ایت. وقتی حیوان اومد پس ایت. درسته؟ ایت.
N دوباره elephant. It's an. من گفتم اون یه فیله، یک رو دوباره اینجا ان به کار بردم، ا به کار نبردم، اون یک فیل است. من سعی میکنم بیشتر به صورت مخفف بنویسم دیگه، نگم it is. هر جا نیاز شد حالا هر موقع که صلاح دونستم اونو به صورت جدا مینویسم. شما بیاد بگیرید به صورت مخفف بیشتر کار کنید، چون به صورت محاوره هم مخفف صحبت میکنن، کتابی صحبت نمیکنن، باز نمیکنن کامل. It's an elephant. چرا من دوباره ام به کار بردم؟ تو جمله قبلی گفتم اپل بود، ای داشت، الان تو این جمله ای داره، ای هم و هر زمان دیدید میخواید بگید یه چیزی، یه دونه از اون، میبینید اسمو ای هم داشت، شما ان به کار میبرید. ای هم داشت، شما ان به کار میبرید. It's an elephant. پس الان تا حالا فهمیدید ای و ای جز حروف صدادار انگلیسی هن. ای و ای جز حروف صدادار انگلیسی هن. وقتی میخوایم بگیم یه دونه از اونا باید حتما ان بیارید قبلش، ان آوردم قبلش چون ای داره، اونم چون ای داشت. اوکی میرسیم به این. من بهتون میگم این چیه، این چیه، شما میگید این برنج. خب بنویسید. یادتون رو گفتم اون چیه، شما گفتی شیره، الان بهتون میگم این چیه، شما میگید این برنجه. برنج هم جز چیزایی که غیر قابل شمارشه. شما نگید که من میام دونه دونه میشمارم، یه دونه، دو دونه، سه دونه، 777 دونه به من برنج بده. داریم مگه چنین چیزی؟ نه، شما میگید نه من زورکی میخوام بشمارم. خب منم بلدم بشمارم، شما یه تون به من برنج بده، بالاخره من دو روزه میشمارمش، کاری نداره. ولی در واقعیت و در گرامر زبان انگلیسی rice جز موارد غیر قابل شمارش. باز چیز غیر قابل شمارش رو گفتم، وقتی ازتون میپرسم این چیه، شما میگید این برنجه. این برنجه رو اینجوری می‌نویسیم، گفتم غیر قابل شمارش شد، میگید there is غیر قابل شمارش، there is. چی؟ some rice. اوکی some rice. There is این مقداری برنج، این مقداری برنج. There is some rice. این مقداری برنج است، مقداری برنج. اوکی چرا گفتم there is؟ به خاطر اینکه غیر قابل شمارشه، با rice some اومد، تمام شد، همین. اوکی بریم بعدی. اینا میخوام بگن که ما پرستار هستیم، ما پرستار هستیم. خب این که کاری نداره، ما ما پرستار هستیم. نرس پرستار، این اس آخر به خاطر ما هستش. چرا؟ چون بیشتر از یک نفره، نرس یعنی پرستار، ولی وقتی بیشتر از یک نفر باشه اس جمع میگیره. ما پرستار هستیم، درست شد؟ میخوام بگم اونا رانندن، میخوام بگم اونا رانندن. چی میگم؟ اونا 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 تمام شد، ده اونا میگم ده. چی؟ درایورز، درایور یعنی راننده، ولی وقتی میخوام بگم اونا راننده هستن، اونا چون جمع هستش، پس درایور باید جمع بسته بشه، این میشه اس جمع، باید جمع بسته بشه. درایور که یه نفره یعنی راننده، ولی اونا رانندن یعنی تعداد بیشتر از یه نفر، پس اس جمع. اوکی به همین سادگی، دقیقا به همین سادگی. فیلمو بزنید عقب، نگاه کنید. مواردی رو من به عنوان گرامر خدمتون عرض کردم، به اونا دقت کنید. در مورد milk, dairies
rice, dairies. گفتم چرا انا بردم؟ apple, a. پس یه حرف صدا دار. چرا elephant انا بردم؟ به خاطر ای. پس اینم یه حرف صدا دار. هر موقع حرف صدا دار دیدید خواستید بگید یه دونه از اون ان به کار میبرید. پس الان دو تا حرف صدا دار یاد گرفتید در انگلیسی، a و e. اوکی، وقتی میخواد بگین اون مرد، یعنی میخواد اشاره کنید به یه مرد، او، هی، به زن، او، شی، و بقیه چیزایی که داخل درس خدمتتون آموزش شدم. امیدوارم با تمرکز گوش کنید، با تمرکز گوش کنید، هیچ چیز خاصی نداره، با تمرکز گوش کنید، تو ذهنتون تداعی کنید، داخل ذهنتون استفاده کنید. من اینجا درسته براتون اومدم اینا رو نوشتم، شما قبل از اینکه بنویسید فقط اول یاد بگیرید، صحبت کنید، صحبت کنید. همون نوشتن منم به صورت، به عبارت دیگه، تو ذهنتون تداعی کنید. در نهایت وقتی فهمیدید که اینی که من ازتون پرسیدم قبل از اینکه بنویسم تونستید جواب بدید، اون موقع میتونید بنویسید. تا زمانی که جواب ندادید لطفاً ننویسید. تا زمانی که جواب ندادید لطفاً ننویسید. فشار یه کوچولو به ذهنتون بیارید حله. اوکی؟ شما میدونید، من میدونم که میدونید. امیدوارم این جلسه مفید واقع شده باشه. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.